بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان گرامی. ضمن قبولی طاعات و عبادات، ماه عبادت و بندگی، امیدوارم که همگی شماها طاعات و عباداتتون مورد توجه درگاه ابدیت احدیت واقع بشه انشاءالله. در خدمتتون هستیم با بیان احکام، به ویژه احکام بانوان در ماه مبارک رمضان. اولین مسئله‌ای که مطرح هست در بحث احکام، چه در قسمت خانم‌ها و آقایون، بحث اینه که اسلام آسان گرفته مسائل احکام رو برای ماها، بیشه که بعضی از ماها برای رعایت نکردن احکام بهانه داریم که سخته، ولی ما اینجا نکات رو بیان می‌کنیم که اسلام برای ما واقعا آسان گرفته، به شرطی که ما بلد باشیم. چند نمونه از اونا رو اشاره می‌کنم، جاهایی که اسلام آسان گرفته برای ما. یکی از مسائل اینه که تکلیف باید در حد توانایی و قدرت ما باشه، که در قرآن کریم هم هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دومین مورد، آسان گرفتن بر مستر رو بیمار در نماز و روزه هست، که وقتی فردی ناچار هست یا عرضم به حضور شما که بیمار هست، خداوند متعال به او تخفیف داده که میتونه اگر نماز نمیتونه و ایستاده بخونه، نشسته، حتی نشسته هم نمیتونه، میتونه که با حالت اشاره ابرو هم نماز بخونه. این مرحله به مرحله تخفیف برای ما قائل شده، ولی خب نماز از ما ساقط نیست. ولی روزه چون سخت‌تر هست برای بیمار در شرایطی که توانایی روزه گرفتن نداشته باشه، خداوند متعال این تخفیف برای انسان بیمار قائل شده که میتونه روزه نگیره، بعدن که بهبود یافت قضای اون روزه ها رو به جا بیاره. مورد سوم، تخفیف در نماز مسافر هست. خداوند متعال اینجا یک تخفیف قائل شده که فردی که به مسافرت میره، بالاخره شرایط منزل و خانه نداره، یا برای تفریح یا برای هر مسئله دیگه ای، میتونه که نمازها خود شکسته یا قصر بخونه، در حدی که مثلا نماز ظهر و عصر و نماز عشا که 4 رکعتی هست، اینا رو میتونه به شکل 2 رکعتی ادا کنه. مسئله چهارم، بیماری که موجب سقوط برخی از روزه ها میشه، و همچنین بیماری هایی که طرف به هر دلیلی نمیتونه غسل انجام بده، بیماره میفهمی که اگر غسل انجام بده بیماریش تشدید میشه، زیاد میشه، یا حتی در این هوای سرد ممکنه فرد شرایط غسل کردن و استحمام نداشته باشه، میتونه به جاش تیمم بکنه، چون احتمال میده که بیمار بشه. و شرکت در نماز جمعه، خداوند متعال برای افرادی که بیمار هستن، کهنسال هستن، تخفیف قائل شده، میتونن شرکت نکنن، یا شرکت در جهاد. مورد پنجم، زنان در عادت ماهانه نباید نماز بخونن. این هم تخفیفیه که خداوند برای زنها قائل شده. و مسئله بعدی، کسی که روزه سال قبل رو به دلیل بیماری نگرفته و این بیماری تا سال آینده ادامه پیدا کرده و هیچ توقفی بین این ایجاد نشده که این فرد سالم بوده باشه بتونه روزه های قضا خور ادا کنه، دیگه قضا به گردن او واجب نیست. و مسئله هفتم، ملاک نجاست اشیای نجس علم و یقین ما هست و تحقیق در مورد نجاست اون لازم نیست. یعنی چی؟ که ما روایت داریم کل شیء طاهرون حتی تعلم انه نجس، همه چیز برای شما پاکه، نیاز نیست بریم تحقیق کنیم که آیا مثلا این لیوان پاکه نجسه. وقتی که میبینین ظاهرش تمیز هست استفاده کنین، نیاز به تحقیق کردن نیست، همه چیز بر ما پاک هست، مگر اینکه یقین پیدا کنیم که اون شی نجس هست. به این شکل خداوند متعال این تخفیف ها رو برای ماها قائل شده که بتونیم راحت تر مسائل خود انجام بدیم و من خدای نگرده به وسواس دچار نشیم. مورد هشتم، در برخی از احکام برای آسان شدن تکلیف خداوند اجازه تبدیل داده. شبیه این که مثلا فرد نمیتونه، عرض کردم که وضو بگیره یا غسل بکنه، به هر دلیلی بیماره، شرایط این کارو نداره یا برش ضرر داره، میتونه به جاش تیمم به جا بیاره. و مسئله نهم، سخت نگرفتن بر بدهکار هست. کسی که قرض داره، بدهکاره، اسلام میگه بهش تخفیف قائل بشین، بهش سخت نگیریم که راحت تر بتونه شرایط مالی تحمل کنه و بدهی خود به موقع پرداخت کنه. و مسئله 11، شستن زخم‌های خونی که در بدن هست
و شستنش واقعا سخت و مشکل هست، میفرمایند که نیازی نیست که این فرد اون زخم رو شستشو بده. و مجموع احکامی که در رساله ها بیان شده به صورت تدریجی بیان کردن و تخفیف قائل شدن، مثلا فردی که نمیتونه در واقع 10 نفر رو سیر کنه به عنوان یک کفاره که مطرح میشه، میفرمایند میتونه 3 روز روزه بگیره. یعنی اینها تخفیف هایی هست که در قرآن کریم و در روایات آمده و امروز در رساله ها توسط مراجع در اختیار من و شما قرار داده شده. امید که به اونها عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.